میشنوند. همیانان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا میکنم با حضور دانشپژوه معروف جناب آقای محمد امینی، چون از کلمه دانشمند خوششون نمیاد. سلام آقای امینی. درود بر شما. سپاسگزارم از اینکه بله نه این دانشپژوه بهتر از دانشمند است. چه عجب که در اینجا خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. بله. خب ما در خدمت شما. خواهش می‌کنم. من اتفاقا می‌خواستم از این بهانه که در کنار هم هستیم بهره بگیرم و پیش از آغاز برنامه که گویا بناست که در مورد حق رأی زنان و تاریخچه‌اش صحبت بکنیم، یک نکته ای رو در میان بگذارم با همیهنان گرامی. شما به آگاهی من رسوندید که گویا یکی دو هفته پیش یه آقایی که میشناسید کی هست و نامش هم میدانید شما رو تهدید کردند و به شما گفتن که اگر باز هم از این مصدقی ها تو برنامه‌تون بیارید با شما چنین و چنان خواهند کرد. همین رفتار رو دو خانوم در یه برنامه‌ای با آقای گوهرزاد کردند و ایشون رو مأمور جمهوری اسلامی نامیدند. البته شما از من خواسته بودید که من به اینها نپردازم، اما از شما چه پنهان؟ به دلیل اینکه اینجا در یک مملکت قانون زندگی میکنیم، چون بار اول اسم این آقا رو به من گفتید، بنده اسم جنابالی و اسم این آقا رو و آدرس شما رو به یک دوستی که از افسران عالی رتبه پلیس لس آنجلس هست اطلاع دادم تا این بدونن کی هست و اگر این ادامه پیدا بکنه سراغش خواهند رفت. ولی ما به مسئله قانونیش نمیخوام بپردازم. به نظر من بعد از 37 سال حکومتی که برای کشتن مخالفان آدم کش به خارج میفرستاده، از لبنانی ها، از فلسطینی ها، از خود ایرانی ها آدم استخدام می کرده، آن ماجرای معروف کافه میکونوس رو در برلین، کشتن زنده یادان برومند و بختیار رو در پاریس و خیلی های دیگر رو در گوش و کنار جهان سازمان داده و امروز از رمق افتاده، دیگه از این کارها ازش بر نمیاد. ما امروز با کسانی روبرو هستیم که مدعی دموکراسی هستند، هوادار ظاهرا آزادی هستند، مخالف این حکومتند، ولی افراد رو به دلیل اینکه با باورهای اونها سر سازگاری ندارن تهدید میکنند. حق هر کس هست که اگر با دیدگاه شما، دیدگاه من مخالف باشه بنویسه، به برنامه تلویزیونی بیاد و افشا کنه، روشن کنه مسائل، ولی حق تهدید یا فحاشی و فحاشی در سرزمین هایی که قانون بر اون حکومت داره جرم به شمار میاد، زندان داره، تاوان مالی داره. ولی چیزی که نشان داده می شود این است که این فرهنگ دموکراسی در میان بخشی از این مدعیان حقوق و آزادی اصلا پایه نگرفته. اگر اینجا تهدید می کنند زبانم لال، اگر در ایران قدرت دستشون برسه چه کار خواهند کرد؟ داغ و درفش به پا خواهند کرد، دستگاه سانسور تلویزیونی به پا خواهند کرد. به نظر من باید مدیران رسانه ها نسبت به این نوع تهدیدها با قاطعیت برخورد کنند. تهدید هر کسی، تهدید یک هوادار سلطنت، تهدید حتی یک هوادار جمهوری اسلامی، تهدید مجاهدین، تهدید یک هوادار محمد مصدق، تهدید یک کمونیست، اینها خلاف قانونه. نقد به اینها درسته، ولی تهدید بدنی، تهدید جانی، به کار بردن واژه های نادرست در مورد این افراد باید محکوم بشه. ما باید این فرهنگ گفتمان و گفتگو رو در میان خودمون روان کنیم، بپذیریم. ما باید بتوانیم، از جمله در همین تلویزیون، این تلویزیون برنامه‌ای داره که از سوی دفتر شاهزاده رضا پهلوی برگزار میشه، بنده در این تلویزیون برنامه‌ای دارم، از بنیاد با اون داوری ها مخالفم، ولی نه تهدیدی در میان هست، نه ناسزایی میان ما جاری است. گاهی که به استودیو میام، دوستانی که اون برنامه رو اجرا میکنن با هم سلام علیک هم میکنیم، دستی هم میدیم، هیچ مشکلی هم نیست. بناست در کشور ما چنین باشه، بناست که ما بتوانیم با دیدگاه‌های گوناگون در کنار هم زندگی کنیم. این لات‌ها و جاهل‌ها یا به یک فرهنگ اهل جاهلی تعلق دارند و زورخانه‌ها و
میدانهای جنوب شهر گذشته ایران یا از دل این فرهنگ حکومتی امروز ایران بیرون میاند و یا پولی از جایی میگیرند. آقای امینی، من ترسم از این است که بیان بگن شما چرا به فرهنگ زورخانه ای؟ نه، خود زورخانه ها که نبوده. ببینید اون فرهنگ فرهنگی بوده که آدمهایی رو بیرون میداده که این آدمها با تهدید کار رو جلو میبردند و در یه زمانی هم در تاریخ هم حکومت این کار رو میکرده هم مخالفان حکومت، یعنی اصلا این پذیرفته بوده. امروز ما در این دوران مدرن که برای مدرن سازی ایران، مدرن سازی فکری ایران کوشش میکنیم، باید این نوع آدم ها کنار نهاده بشند. یعنی کسانی که هوادار بازگشت پادشاهی در ایران هستند نباید اجازه بدهند که چنین آدم های پیرامون اونها بگردند، اونها را از خودشون برانند. اگر کسی هوادار مصدق است و کسی رفت در یک تلویزیونی به نام مصدق ناسزا گفت به هواداران پادشاهی، ناسزا گفت، نه اینکه افشای سیاسی بکنه، من اول کسی خواهم بود که از این آدم خودم رو جدا میکنم، دوری میجویم. برای که کار با ناسزا جلو نمیرود، باید مسائل رو با دقت و با امانت و با رفتار انسانی با یکدیگر حل کرد. رفتار نیک. برای میگذارید، میبخشید. این رو شما از من خواسته بودی که اشاره نکنم، ولی فکر میکنم باید اشاره میکردم. من بیشتر گفتم که نام شخص گفته نشه. نه، نام شخص رو دستگاه پلیس داره. بلد. من بدون پروانه شما این کارو کردم. خواهش. آقای امینی عزیز، شما در برنامه خودتون بلد. یک کلمه بلد. این بار درباره ماجرای حجاب، حق رأی در تاریخ، حق رأی زنان در تاریخ معاصر ایران سخن گفتید. برای برخی این تصور پیش آمد که در مورد حق رأی زنان امتیاز کافی برای رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی قائل نشدید. در مورد حق رأی زنان برای گفتن محمد رضا شاه و در مورد حجاب برای رضا شاه، این ایرادی است که برخی گرفتن و یک دو نفر هم گویا تلفن زدن این برون بر و معترض بودن. برنامه من روی خط هست، همه کس میتواند برود و نگاه کنه. چجوری یعنی؟ یعنی در آرشیو تلویزیون اندیشه هست. بله. برنامه هفته گذشته. یعنی گوگل کنن اسم؟ بله، نه، برم به تارنمای خود تلویزیون. بله. بخش آرشیو، برنامه هفته گذشته آدینه. بله، چند سال پیش هم هست. بله، همش هست، آدینه گذشته اونجا هست. من خیلی روشن صحبت کردم، موضوع از اینجا آغاز میشد. شاید بهتره سفر به خارج از ایران هم بکنم در این زمینه. گوبلز یکی از برجسته ترین نظریه پردازان تبلیغاتی دستگاه دری بود. وزیر اطلاعات بود. اصلا آدمی بود که برای خودش یک مکتب تبلیغاتی ویژه رو درست کرده بود. حتی آمریکایی ها دربارش نوشتند. یعنی در تا آخرین لحظه با هیتلر بود. حتی آمریکایی ها نه تنها دربارش نوشتند، بلکه در برخی از دانشگاه ها در مورد نوع کار تبلیغاتی گوبلز درس میداد. تدریس میکنه. برای اینکه ایشون یه تئوری داشت. معروف شده که میگفت که دروغ هر چه بزرگتر باشه بهتر به دل مینشینه. این جنبه بسیار بسیار پوچک شده بحث ایشان است. اون میگفت دروغ رو باید بزرگ کرد و بارها تکرار کرد. آنقدر باید تکرار کرد که تردیدی برای کسی باقی نمانه که این عین راستی است. مرگ بر امریکا خیلی تکرار میشه. و در این حال گفته دولت هنگامی که از یک دروغ پاسداری بکنه و بیست و پافشاری بکنه، مردم این دروغ رو به عنوان راستی و حقیقت بپذیرند. گفته نباید با مخالفان هیچ گونه رحم، نه فقط از نقطه نظر سرکوب اونها، میگه هیچ نکته مثبتی رو در حرف مخالفان نباید بزرگ کرد. اگر هم مخالفان حرف مثبتی زدند، امتیاز به اونها نباید داد. دولت هیچگاه نباید به ناتوانی خودش، حتی هنگامی که ناتوان است، اعتراف بکنه. همچنان باید پافشاری بکنه که در مسیر تاریخ است، حقیقت با اوست و خیلی ها این رو خواهند پذیرفت. و این سرنوشت تاریخ معاصر ایران است. سایه این
مکتب در جمهوری اسلامی دیده من فکر کنم این رو در حوزه ها درس میدادن شاید آقایون یاد گرفتن. ببینید نکته‌ای که بنده عرض کردم و پافشاری میکنم این است که کوشش رضا شاه برای دادن حق آزادی پوشش به زنان، نه کشف حجاب اجباری، دادن این حق، کوشش برای اینکه زنان بتوانند آزادانه بی حجاب باشند، کار بسیار نیکی در تاریخ ایران بوده. اشاره کردم یکی از مواریث بسیار برجسته، یکی از جنبه‌های ماندگار رفتار محمد رضا شاه کوشش در اصلاحات در ایران است. یعنی محمد رضا شاهی که دست به اصلاحات در سال دهه 40 زد، کارهای بسیار نیکی انجام داد. با همه انتقادی که من به استبداد و فساد اون موقع دارم و از جمله حق رأی زنان و از جمله انتخاب زنان به مجلس، دو مجلس، هم مجلس شورای ملی و هم سنا، از کارهای ماندگار دوران محمد رضا شاه بوده. آنچه که اشاره کردم و باز پا فشاری میکنم این است که در تاریخ ما به دلیل ماندگاری خودکامگی و به دلیل همین نکته‌ای که از گوبلز نقل کردم، امتیاز این نوع کارهای نیک رو تنها به این دو شخصیت دادند. گویا رضا شاه شبی خوابش نمی برده، بیدار می شود و تصمیم می گیره که برای کشف حجاب کوشش بکنه. تمام کوشش زنان برای دستیابی به آزادی پوشش، اینکه خانم صدیقه دولت آبادی یکی از نخستین زنهایی بوده که بدون حجاب در خیابان ظاهر می شده، زمان رضا شاه یا زمان پیش از رضا شاه و در دوران رضا شاه، اینکه کسانی مانند خانم رشدیه، دختر شهناز رشدیه و همسرش مقدم مراقعی انجمن مبارزه با حجاب ساخته بودند و پلیس اینها رو در دوران رضا شاه به هم ریخته، اینا همه کنار میره. تمام کوشش‌های انجمن‌ها و تلاش زن‌ها یعنی برای دستیابی گرفته میشه، گویا وجود نداشته این جنبش ها، این تلاش‌ها نبوده. اینکه زنان ایران دست کم 70 سال برای دستیابی به حق رأی کوشش کردند، حالا 70 شد کمتر، 50 سال دست کم 50 سال تا اینکه سرانجام در سال 41 حق رأی به زنان داده شده، یا 40 همون دهه 40، اینها به کنار نهاده میشه که گویا تمام افتخار باید در رضا شاه و محمد رضا شاه بمانه. آنجایی که باید امتیاز داد، باید امتیاز داد، ستایش کرد از کار نیکی که انجام شده، ولی پذیرفت که در کنار این کار نیک و پیش از اون هزاران ایرانی دیگر به ویژه از میان زنان در این راه کوشیدند. و اونجایی من اندکی پرخاش کردم که فراموش میکنند که 10 سال پیش از دادن امتیاز به حق رأی زنان، محمد مصدق لایحه انتخاباتی رو که به مجلس ارائه داد حق رأی زنان درش گنجانده شده بود و با مخالفت روبرو شد که امروز بهش خواهیم پرداخت. بنابراین نکته بنده کمبها دادن یا ناسپاسی نسبت به کارهایی که انجام شده نیست، بلکه این است که امتیاز رو درست بدیم. مانند این است که من بیایم امروز بنشینم و بگویم که ملی شدن صنعت نفت ابتکار شخص دکتر محمد مصدق است، درست نیست. کوشش های فراوانی برای گرفتن حق ایران در پیمان نادرست دارسی از زمان تیمورتاش آغاز شده، در دوران رضا شاه به قرارداد 1933 انجامیده که دارای جنبه های مثبت و منفی است، پس از اون همین گفتگوها ادامه پیدا کرده، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو اصلا مصدق عنوان نکرده، توی مجلس 13 مطرح شده و همچنین دیگران، و سرانجام دکتر مصدق رهبر این جنبش شده و در چون رئیس کمیسیون ویژه نفت بوده، اوست که برای ملی شدن یعنی در واقع طرح قانونیش اقدام کرده. ولی همه امتیاز رو نباید به نام او نوشت، باید دیگران رو هم در این کار درگیر کرد. این بود پیش نقطه آمد آقای امینی. برخی میگوین که شادروان دکتر فاطمی بوده که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو به مصدق بود. سندی در این باره نیست، میدونید این از اون چیزهایی است که به هر حال چون ایشون هم کشته شدند مورد پذیرش قرار گرفته، ما گواهی در این زمینه در دست نداریم.
که ایشون نخستین کسی باشن که این پیشنهاد داده باشن به نظر نمی آید. نخستین کس کی بوده میدونید؟ در مجلس 13 گمان می کنم که نماینده قوچان بوده که نخستین کسی است که در مجلس این رو مطرح کرد. ولی اگر شما برگردید به تاریخ از سال 1305 که تیمورتاش وزیر دربار بوده طرح 50-50 رو او مطرح میکنه. 1305 خورشیدی. 1305 خورشیدی هنگامی که او وزیر دربار بوده وارد مذاکره با، یعنی روشن بوده که این پیمان پیمان ظالمانه است. خود رضا شاه هم معروف اون پرونده نفت رو به بخاری انداخت و گفت این رو نمیپذیرم. مخالفت زیاد بوده با این موضوع و امتیاز رو نباید تنها به یک فرد داد. اونجایی که امتیاز رو باید داد پذیرفت اینکه مثلا به ناصرالدین شاه امتیاز ایجاد داروفون میشه داد یا نه؟ نه، او فرمان رو صادر کرده ولی برای گرفتن و ایجاد مدرسه نو در ایران خیلی ها کوشش کردن، امیر کبیر، قائم مقام و دیگران. این امتیاز رو باید به او داد که دست کم پادشاهی بوده که سرانجام پذیرفته، یعنی کار مثبت انجام داده. و جالب اینجاست که در همه این دگرگونی های بزرگ در دوران مدرنیته ایران ما نقش خارج رو هم میبینیم. یعنی ناصرالدین شاهی که سفر به فرنگ کرده علاقمند میشود به این که مدرسه نو هم در ایران ساخته بشه، دارالفنون. رضا شاه پس از سفر به ترکیه هست که با اینکه خود تیمورتاش از کسانی بوده که هوادار دادن حق آزادی پوشش به زنان بودن، اصلا در خاطرات نخست وزیر اون زمان مهدی قلی هدایت خاطرات و خطرات میگه یک در یه بودجه‌ای که در اختیار من قرار داده بودند و تیمورتاش بودجه رو تهیه می‌کرد دیدم تعرفه‌ای برای ورود کلاه زنانه گذاشتند خیلی سال پیش از خارج. بله، این دست کم 7-8 سال پیش از کشف حجاب است. 1314. بله، این مثلا سال 1788 بوده. و پرسیدم که این برای چیز، گفته بعداً می‌فهمی. بودن کسانی که این نوع رفتار رو پشتیبانی می‌کردند. ولی رضا شاه هنگامی که به ترکیه میره چشمانش در برابر این واقعیت که زنان ایران خیلی عقب نگه داشته شدن. در ترکیه اون موقع باز میشه. زنان چه وضعیتی داشتن؟ زنان از 1924 در ترکیه حق رأی داشتن. یعنی قبل از اینکه رضا شاه بره اونجا. 5 سال بعد از اینکه زنان آمریکا حق رأی داشتن، ترکیه حق رأی میده. بارک الله. بله. در بین کشورهای بزرگ جهان شوروی اولین کشور بوده که بعد از انقلاب اکتبر به زنان حق رأی داد. آمریکا چند سال پس از اون بود و ترکیه اولین کشور اسلامی است که در 1900 خیلی هم زود 1924 به زنان حق رأی دادن. بله، به دلیل فکر میکنم وجود آتاتورک 100%. و خب اینها بر رضا شاه تاثیر میگذاره. انگامی که اون میرود پیشرفت‌های ترکیه رو میبینه، راهن ترکیه رو میبینه، با فرهنگ ترکیه آشنا میشه که سخت تاثیر اروپا بوده، در همون بازگشت به کسانی مانند حکمت و نخست وزیر اون زمان فروغی یادآوری میکنه که ما باید کاری بکنیم و به فکر مسئله کشف حجاب میفته. و این جالبه، از حدود 1 سال پیش از آغاز کشف حجاب هم در رسانه ها نوشته های منتشر میشده، یعنی زمینه رو داشتن آماده میکردند. و خیلی ها میگویند که رویداد معروف مشهد، مسجد گوهرشاد، در واکنش به کشف حجابه، در حالی که 3-4 ماه زودتر از کشف حجاب هست. ولی زمینه هاش شروع شده بوده، خبر به گوش خیلی ها رسیده بوده که رضا شاه در این اندیشه هست که کشف حجاب بکنه. و خب کار سختی هم بوده، یعنی این امتیاز رو دست کم به رضا شاه باید داد که با فرهنگ مذهبی اون زمان کاری رو انجام میده که نصف کابینه خود او هم باش مخالف بوده. خود نخست وزیر هم، نخست وزیر دیگه اون موقع مهدی قلی هدایت نبوده، فروغی بوده که سخت طرفدار این اصلاحات بوده. ولی مهدی قلی هدایت دیگه همسرش از خانه خارج نمیشه تا شهریور 20. و خیلی از بزرگان و شخصیت های سیاسی ایران مخالف بودند. زناشون نیاوردن بیرون. بیرون نمی آوردن. و ببینید مسئله کشف حجاب یا مسئله مخالفت با آزادی زنان در، یعنی نداشتن حجاب، یه موضوع فقط روحانیون نیست.
بسیاری از مردان ایرانی هم این رو یک نوع فحشا می‌دانستند. زن از خانه نباید خارج بشه. ما گاه فراموش می‌کنیم که پیش از انقلاب اسلامی این قانون فراش در یک خانه بودن جزء قانون مدنی ایران بوده، که اگر مردی زن خودش رو در یک چهار دیواری با مرد دیگری ببیند، نه اینکه عملی هم انجام داده، اگر دست به قتل این دو نفر زد، قتل به شمار نمی آید. این قانون مدنی ایران پیش از انقلاب 57 است. اینا بخشی از فرهنگ واپسمانده ما بوده و از این لحاظ باید گفت که ستایش باید کردیم کوشش برای مقابله با حجاب. خیلی مهم بود. بله. ببینید، من اونجایی به رضا شاه نقد می کنم در زمینه کشف حجاب که دست پاسبان ها رو برای اجرای این موضوع باز گذاشت. پاسبانی که عقب مانده بود، خود او هم سواد نداشت، اصلا آشنا نبود با این مسائل، خود او هم زن بی حجاب ندیده بود جز همسرش یا مادرش یا خواهرش. این که نمی تواند منادی مدرنیته بشود، مجری بس این کاری بشود. در این زمینه به افراط رفتند، اما نفس کار که رضا شاه با همسر و دخترانش در مدرسه دانشگاه عالی حاضر شد، مجبور کرد وزیران رو که اونها هم حاضر بشن، کار بزرگی بوده. اگر این خاطراتی که به زن همسر رضا شاه، مادر محمد رضا شاه نسبت میدهند درست باشه، در همون ماشینی که او با رضا شاه میرفتن به دانشگاه عالی، به رضا شاه گفته که خدا تو رو لعنت کنه که همه ما رو به جهنم میفرستی، و او میگه بله میدونم ولی باید بکنم این کار رو. میخوره به اخلاق رضا شاه این رفتار. بنابراین نکته من اصلا کم بها دادن به اون کار نبوده، ولی ایراد دارم به این که کاری که مصدق در زمینه حق رأی زنان انجام داده و دیگران انجام دادن، این رو به شمار نیاوریم و تصور کنیم که اصلا تمام ماجرا از سال 41 آغاز شده. این واقعی نیست. امتیاز رو باید اونجایی که شایسته است داد. آقای من یه سوال دیگه اینجا پیش میاد، اون این است که آیا در قانون اساسی مشروطه ذکری از آزادی رأی زنان به عمل آمده؟ خیر، ببینید، نخستین بار که نظامنامه انتخابات مجلس نوشته می شود برای مجلس اول، در مورد انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان یک رشته تصمیم ها می گیرند برای انتخابات نظامنامه مجلس. از جمله منتخبین رو به 6 گروه تقسیم میکنن، گروه صنفی. زنان رو در کنار مهجوران، دیوانگان و شکستگان به تقسیم، دزدان، بیگانگان و کسانی از این دست می نشانن. به مهجوران یعنی چی بوده؟ مهجور، دیوانگان، اونهایی که دیوانه هستن، بله، بیمار روانی هستن، که خب متاسفانه در کشور ما تعدادشون کم نیست. ازمیدید سفره دلم رو باز نکنید. ولی در قانون اساسی نیست. رجوع به حق رأی زنان هم به اصل 8 متمم قانون اساسی است. یعنی کسانی که طرفدار حق رأی زنان بودند به اصل 8 متمم قانون اساسی رجوع می کردند، که گفته اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوق هستند. و نکتهشون این بوده که بخشی از این قانون دولتی، قانون انتخابات، چگونه میتوان گفت اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی، زنان رو جز اونها ندونست، مگه اهالی نیستند؟ خب میدونید که در مجلس دوم، مجلس اول صحبتی در این زمینه پیش نمیاد، در مجلس دوم خب نیروهای آزادی خواه شمارشون زیاد بوده. در کمیسیون نظامنامه مجلس گرایش به این که به زنان حق رأی بدهند پیدا می شود و نماینده همدان در این باره سخن میگه در صحن مجلس، و مدرس اون عبارت بسیار تندی رو در مقابل این مسئله مطرح میکنه و جلوی این بحث رو میگیره. مجلس خمینی میگفت از قول مدرس، بله، سیاست ما عین دیانت ما، دیانت ما عین سیاست ما. اون نکته ای که مدرس در مورد زنان گفته بسیار بسیار دارید اون رو شما مثل که بخونید برای همیانان. میگوید برهان این است،
اینو در روز هشتم شعبان 1329 در مجلس دوم، جلسه 280 مجلس دوم بر زبان آورده. گفته است برهان این است که امروز ما هرچه تأمل میکنیم میبینیم خداوند قابلیت در اینها این در زنان قرار نداده است. خدا بله خب باورشون بوده، هنوز هم باورشون هست. بله خداوند قابلیتی در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. ببینید پوزش میخوام. خواهش میکنم. اون اصلاحی که در نظامنامه مجلس انجام میدادن برای حق انتخاب شدن زنان نبوده، دست کم برای حق انتخاب کردن بوده که میخواستن به زنان بدن. یعنی اون زمان حتی به اندیشه کسی هم نمیرسیده که زنان نماینده مجلس بشن، ولی میگفتن دست کم به اینها که نیمی از مملکت هستن حق رأی بدهید. درخواست خیلی ابتدایی. مدرس گفته بود مستضعفین و مستضعفات، یعنی بانوان از آن نمره اند، یعنی از آن گونه اند که عقول آنها استعداد ندارد، یعنی خود عقلشون نمیرسه. یعنی آدم های زحمتکش چه زن و مرد همراه با زنان جز به آدم های نادان جامعه هستند. البته مستضعفین و مستضعفات به معنی که خمینی و دار و دستش به کار برده بودن به نیست. کار نمیرفته. این یه معنی دیگه داره، یعنی کسانی که خلاصه عقلشون نمیرسه. و گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومت هند. بله الرجال و قوامون علی النساء، سوره نساء. بله. بله اونها در تحت قیمومت رجال هستند، یعنی مردا، و مذهب رسمی ما هم اسلام است. آنها در تحت قیمومت هند، ابدا حق انتخاب نخواهند داشت زنان. دیگران باید حفظ حقوق زنها را بکنند که خداوند هم در قرآن می‌فرمایند در تحت قیمومتند و حق انتخاب نخواهند داشت، هم دینی هم دنیوی. خب دیگه ببینید این دیدگاه چیه، مسئله بود که اجمالاً عرض شد در اون دوره بوده. یکی از نمونه های کوشش زنان در همون زمان در مجلس دوم، یه روزنامه بیرون می آمده به نام شکوفه، خانومی به نام مزینی. چه ساله این؟ فکر میکنم همون دو سال نخست پس از انقلاب مشروطه است. در دو سال نخست پس از انقلاب مشروطه زبان زنان روزنامه های زیادی این موقع بیرون آمده، زیاد که یعنی نزدیک به شمار انگشتان دو دست، ولی شکوفه یکی از نخستین روزنامه های زنان ایران بوده. در بعد از شهری بفرمودی؟ بعد از نخیر، این زمان مشروطه است. مشروطه و در شماره دوم روزنامه، اگر اشتباه نکنم شماره دوم، در شماره دوم روزنامه شکوفه، خانم مزینی یک آگهی به چاپ میرسونه. میگه چون مجلسی ها به ما خانوم ها حق رأی ندادند، من این 12 بانو رو، 12 نفر رو نام میاره، 12 بانو رو معرفی میکنم از خانوم های سرشناس اون زمان که آقایون به این خانوم ها رأی بدید و اینها رو مجبور کنید مجلس رو که اینها نماینده بشن. روزنامه رو به دستور مجلس توقیف میکنند، مجلس مشروطه روزنامه شکوفه رو توقیف میکنه. مجلس دوم، مجلس دوم بله یا سوم، الان درست یادم نیست، و یعنی همون آغاز دوران مشروطه و صدر مشروطه هست. و ایشان امضا میدهند که دیگه از این کارا نکنند تا دوباره اجازه میدهند که روزنامه شکوفه منتشر بشه. بنابراین کوشش هایی از سوی زنان برای گرفتن حق رأی وجود داشته. یکی از کسانی که در این زمینه شاید یک برنامه ویژه دربارشون داشته باشیم خانم صدیقه دولت آبادی است که از واقعا زبان زنان ایران بوده در اون دوره، در مورد مسئله آزادی رأی، حجاب، آموزش دختران، جلوگیری از ازدواج دختران خردسال. میدونید در این شرکت خواتین اصفهان که درست کرده بوده و در کارهای دیگر تجاری که انجام میداده، دستور اکیدش این بود اگه دختری سن کوچ پایین ازدواج کرد یا مادری دخترش رو ازدواج داد در اون سن پایین، از کار
از شرکت بیرون کنن این رو، اینها راه ندن. یعنی تا این اندازه آدم بسیار واقعا شجاعی در این زمینه بوده. و میدونید بعد از در همون دوران یک سال پیش از ماجرای کشف حجاب، تقریبا یک سال پیش از ماجرای کشف حجاب، یک مؤسسه در ایران به وجود میاد، نهاد دولتی که این نهاد دولتی بعد از کشف حجاب ایشان میشوند مدیر این نهاد و خیلی هم طرفداری کرده از کار رضا شاه در این زمینه. نامه ای از او در دست هست که باز هم جز به اون دروغ‌های تاریخ که تکرار کردن، گفتن که این نامه رو در پرخاش به مصدق در مورد حق رأی زنان نوشته. این نامه که ماشین شده است، اما پاره اصلاحات ماشین رو خود ایشون با خطش انجام داده روی سرنامه وزارت معارف فرهنگ و مقسمش بوده و برای مصدق فرستاده و با تعریف که شما رهبر محبوب ملت هستید، در این لایحه‌ای که می‌خواهید، چون یکی از می‌دونید تعهدهای مصدق به مجلس هنگامی که نخست وزیری می‌پذیره، یکی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بوده و دیگری اصلاح قانون انتخابات، میگه در این لایحه انتخابات که می‌خواهید بنویسید به زنان حق رأی بدید. این نکته‌ای است که در اونجا مطرح شده. بنابراین از نکته بسیار مهمی است که پیش از اینکه اصلا مسئله حق رأی زنان در مجلس برای نخستین بار بعد از شهریور 20 در مجلس 14 عنوان بشود، بسیاری از زنان و مردان ایران در این زمینه داوری‌های خیلی استواری داشتند و معتقد بودند که بر پایه اصل 8 متمم قانون اساسی باید به زنان حق رأی داد. هنوز به جای نرسیده بودن که به زنان حق انتخاب شدن رو هم باید داد، دست کم حق رأی رو پذیرفته بودن. خیلی از فرمودید در مجلس 14 مجلس 14 کی مطرح کرده بوده؟ فراکسیون حزب توده. معرفی کنندش زندیات کشاورز است، فریدون کشاورز. یه گروه 7 یا 8 از توده ها در مجلس انتخاب شده بودند و او این رو به عنوان پیشنهاد این گروه مطرح میکنه. جالب اینجاست که میخوام این نکته رو خدمتتون بگم که تا چه اندازه دیگران هم بیرون از چارچوب حزب توده شاید گرایش به این میداشتن که خوب است این مسئله مطرح بشه، چون از نظر نظام نامه درون مجلس برای اینکه یک طرح قانونی در مجلس مطرح بشود، یا باید از سوی کمیسیون مجلس به مجلس بیاید یا 15 نمایندگان این طرح رو امضا کنند. اینا 8 بودند، ولی این طرح در مجلس خوانده شده. من این رو اجازه بدید براتون بخونم. تقدیم یک فقره طرح قانونی از طرف آقای دکتر کشاورز. این در سال 1324 هست، در 24 مرداد ببخشید 23 در مجلس 14 در 24 مرداد 1323 این طرح مطرح می شود. ماده واحده: بانوان می توانند با همان شرایطی که درباره مردان مقرر است از حقوق و مزایای اجتماعی از قبیل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و غیره استفاده نمایند. این شبیه آن چیزی است که بعدها در دهه 40 محمد رضا شاه و دولت او هم پذیرفتن و این رو در انجمنهای ایالتی و ولایتی وارد کردن. این پیشنهاد اولی حزب توده است که در اونجا مطرح میکنه. خب نسبت به این پیشنهاد مخالفت میشه. خمینی بود؟ نه خیر، اون زمان تو مجلس مخالفت اصلا مخالفت. جالب اینجاست که برخی دو شبهه وجود داره، هر دو هم دروغ هست. یکی این که در مجلس آدمهای مذهبی مخالف این ماده واحده بودند. هیچ سندی در گزارش های مجلس نیست. خوشبختانه همه گزارش های مجلس در دست ماست و من همه گزارش های مجلس رو از شهریور 20 تا 1334 یک به یک خواندم. هیچ گزارشی در این باره خیلی هم دشوار است. دوم این که گفته می شود که مصدق وساطت میکنه که کشاورز و توده‌ای ها این پیشنهاد رو پس بگیرند. این هم یک دروغ تاریخی دیگر است. هیچ سندی در این باره نیست. رئیس مجلس میگوید، این عبارت رئیس مجلس،
رئیس به کمیسیون مراجعه می شود. یعنی این پیشنهاد رو میدن به کمیسیون نظامنامه انتخابات. جالب اینجاست که در همون نشست 24 مرداد 32 کشاورز دوبار دیگر هم سخن گفته، اما در مورد مسائل کشاورزی، در مورد مسائل دیگر، و هیچ سخنی دیگر از این به میان نمی آید. و اونها هم میپذیرند که این به کمیسیون مجلس داده بشود. پافشاری هم در این زمینه نمی کنند توده ها، یعنی در ادامه کار خودشون در این دوره موضوع رو در واقع مطرح نمی کنند. این رو باید البته گفت که با همه پلیدی هایی که جریان فرقه دموکرات آذربایجان در اون دوران داشت، در 21 آذر نزدیک هم هست، حتما به اون خواهیم پرداخت، 21 آذر 1924 تا 25 در اون دوره یک ساله، یکی از کارهایی که انجام دادند آزادی حق، یعنی دادن حق رأی به زنان بود. خب میخواستن بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بشن و اتحاد جماهیر شوروی هم از 1917 به زنان حق رأی داده بود و با اون مدل در واقع پیش میرفتند. اینکه تا چه اندازه زنان در آذربایجان پیشوری دارای حقوق شده باشند گواهی های زیادی در دست نیست، ولی دست کم از نظر سوری این کار رو انجام دادن. ببینید جناب مهری، فقط آخوندها نبودن در اون دوره که مخالف بدنشون به لرزش می افتاد از این بحث حق رأی زنان و اون سخنان آقای مدرس رو شاید نه تا با اون میزان ادب بر زبان می آوردن که زنها جایی در این جهان ندارند. این رو روشنفکران و درس خواندگان اون دوره هم تا حدودی میپذیرفتند. من خیلی از روزنامه های اون دوران رو خواندم، بررسی کردم. خیلی کم نوشتار شما میبینید در مورد حقوق زنان. خانم صدیقه دولت آبادی، خانم سیاه، فاطمه سیاه و چند تن دیگر در این زمینه ها مقاله های نوشتند. در روزنامه های با گرایش توده‌ای اینجا و اونجا میبینیم نمونه های از این رو. انجمن های زنان مسائلی مطرح می‌کردن، ولی روی هم رفته اون شور و شوقی رو که باید در پشتیبانی از این حق نیمی از جامعه در میان روشنفکران ایران ببینید در اون دورانی که احزاب آزاد هستند، روزنامه‌ها نسبتاً آزادتر هستند، اصلاً نمی‌بینید. در روزنامه مجله آدینه، از مجله‌های بسیار روشنفکری و پژوهشگرانه اون زمان، در اشتباه نکنم اجازه تاریخم خدمتتون بگم، در آینده، نه آدینه، آینده، در آینده سوم تیر، مجله نبوده، روزنامه بوده، پوزش میخوام، روزنامه آینده سال سوم تیر، یا شاید ماهنامه بوده، تیر 1324 شماره 10، آقایی که بعدها در ساختار حقوقی ایران معروف میشوند و در دوران پس از انقلاب هم رئیس کانون وکلا بودند و بعد هم جزء یکی از رهبران اپوزیسیون، بله، مهاجرین و از شخصیت هایی که علاقمند بودن، زنده یاد حسن نزدیک که دیگه در بین ما نیستن، مقاله رو منتشر کردن در آینده. من اشتباه میکنم گفتم آدینه، این امیدوارم که دوستان بیاد داشته باشن، آینده هستش این مجله. کامپیوتر هم گاهی اشتباه میکنم. به همان دلیل که زنان ایران نیمی از ملت رو، ببینید استدلال یک آقای نزدیک در این هنگام مرسه حقوق تمام کرده، چند سالشه؟ نظیر در سال 1300 به دنیا آمده، بنابراین 24 سالش، 24-5 سالش، و پس از این هم رفته اروپا و باز هم به کار حقوق رو ادامه داده. گمان میکنم سورمون رفت، یه چند سالی، دو سالی در دوران مصدق به سورمون رفت. میگوید که به همان دلیل که زنان ایران نیمی از ملت ایران را در دامان خود می پرورانند و وظیفه مقدس و سنگین تری دارند، نباید در پاره از مسائل سیاسی و اجتماعی از قبیل انتخابات شرکت کنند تا بهتر و بیشتر بتوانند از عهده تربیت نیمی از ملت ایران برآیند. بدیهی است که انجام وظیفه مادری به مراتب از وظیفه‌ای که یک نماینده زن در مجلس شورای ملی می تواند انجام دهد مهمتر و شریفتر است. به این خانم سیاه در همین مجله جواب داده، جواب بسیار خوبی هم است، من الان در
برابرم نیست که گفت آقا این پرت و پلاها چی شما میگید؟ این همه کشورهای دیگر جهان که زنها هم کار پرورش کودک رو در دست دارند و هم در سیاست درگیر هستند، اینها در کارهای دانشی درگیر هستند، اینها چی؟ خب این طرز تفکر جامعه ایران بوده. از این روز که واقعا باید با شگفتی و ستایش به جای اینکه بگویند بیایند این دروغ رو روان کنند که مصدق با حق رأی زنان مخالف بوده، به این باید اشاره کرد که در لایحه‌ای که مصدق به مجلس 17 در دور دوم نخست وزیریش بعد از 30 تیر ارائه می‌دهد، در اونجا مسئله در مورد حق انتخاب کنندگان و شوندگان اون بخش مربوط به زنان رو حذف کرده، یعنی اونها رو به حق رأی داده. ببینید واکنش نسبت به موضوع رو میتوان دریافت که تا چه اندازه واکنش نسبت به این موضوع بوده. از جمله در خود مجلس، پس از این گزارشی که از وزیر از سوی نخست وزیر، نماینده نخست وزیر در مورد این لایحه خوانده می شود، یکی از نمایندگان مجلس به نام سجادی، او بلند می شود، گمان می کنم که نماینده دماوند بوده تا اونجا که حافظم اجازه میده، کامپیوتر ذهنی اجازه میده، و اعتراض میکنه به این موضوع و تقریبا یک نطق طولانی پیش از دستور کرده و پس از اون هم تومار به مجلس بیارند از جاهای مختلف، تومار علیه حق رأی زنان. یکی از کسانی که تومار آورنده در این مورد هست آقای مکی است. جدی؟ بله، که از اون زمان دیگه داره جدا میشه از مصدق، هم در مورد این موضوع هم در مورد مشروبات الکلی تومار آوردن به مجلس. ببینید یه برنامه‌ریزی خیلی روشنی بود که روحانیون رو از مصدق دور کنند. حق رأی زنان به این کار دامن زد. این نامه‌ای که آقای بهبهانی نوشت به قم در سال 31 در دی ماه 1331 نامه نوشت به روحانیان قم و از اونها خواست که دخالت کنند و روحانیون قم نامه نوشتند، نامه پرخاش آمیزی به مصدق نوشتند، به مجلس نوشتند. آقای بروجردی که در سیاست دخالت نمی‌کرد به خط خودش در کنار این نامه نوشت که در مملکت اسلامی رأی زنان حرام است. این در سال 1331 است و مجبور کردن دولت رو که در مقابل تظاهراتی که در قم برگزار شد در بهارستان، یعنی در واقع اصلا لایحه رو پس بگیرند، اصلا لایحه انتخابات رو پس بگیرند. البته مصدق در فرمانی که در آغاز سال 32 برای اجرای انتخابات شهرداری ها صادر کرد باز هم از همین لایحه دفاع کرد، ولی دیگه زمان گذشته بود و اجازه داده نشد. موضوع کنار نهاده شد تا حدود سال 39. سال 39 دوباره ماجرای حق رأی زنان در روزنامه های ایران بالا گرفت و یکی از کسانی که چه اینم یه آخوندم دفاع کرده است، آخوندی که دیگه از آخوندی کناره گرفته بود دیگه، مجتهد کمره‌ای، محمد باقر مجتهد کمره‌ای، این آقا جزو کسانی است که در دوران زمامداری مصدق هم یک نامه سرگشاده مصدق در مورد حق رأی زنان نوشت، از آخوندهای خیلی پیشرو بود. در اون کنفرانس صلح هم در شرکت کرده استکهلم، شرکت کرده بود و بهش میگفتن آخوند متجدد. توده‌ای بوده بس. ببینید هیچ گواهی در این در دست نیست، مثل انگی که بر آقای برقعی میزدند، حاج آقا رضا برقعی بهش میگفتن حاج آقا رضا سرخ، چون تو اون کنفرانس چپیهان بودن این رو میگفتن. اینها آخوندهایی بودند که مثل خیلی از آخوندهای پیش از این دوره عملا رخت دینی رو دیگه کنار گذارده بودند و این آقای محمد باقر کمره‌ای در سال 39 در روزنامه تجدد به راستی با قلم توانا استدلال می آورد در مورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات و دفاع می کنه و جواب میده، مثلا جواب میده و حتی مسخره می کنه، میگه که میگه مثلا میگویند که این در کتاب‌های آسمانی آمده، در حالی که میگوید که عقل میگوید در بیشتر کشورهای جهان امروز عقل چیره است. عقل میگوید که زنان حق رأی دارند و
استدلال خیلی جالبی میاره در هر زمینه‌ای که استدلال میاره، استدلال بسیار منطقی است. و سرانجام هم در اون لایحه معروف انجمن‌های ایالتی و ولایتی حق رأی زنان گنجانده شد و این قسمت رو هم براتون بخونم، خیلی جالب هست. این نامه آیت الله العظمی گلپایگانی است. موقعی است که شاه و دولت علم تصمیم به انجام انتخابات ایالتی و ولایتی گرفتند و دو نکته در این قانون وجود داره. یکی اینکه به زنان حق رأی داده شده، دوم اینکه سوگند به کتاب آسمانی است نه به قرآن، چون میگفتن دیگران که مسلمان نیستن به کتاب خودشون. اقلیت ها به کتاب خودشون. نامش اینه، میگوید که از جمله تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخصوصا در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب شونده و انتخاب کننده باعث نگرانی و سوء انعکاس شده است. این نامه است که به علم نوشتند. آیت الله بروجردی، خود بروجردی در این مورد به دیگران گفته که دخالت کنند، ولی خب گفته بوده قبلا، این رو ایشون میگه گلپایگانی، ولی بروجردی درگذشته بوده. شاید یکی از دلایلی هم که شاه میتوانست این کار رو در سال 41 انجام بده و دست حتی به اصلاحات ارضی بزنه درگذشت بروجردی بود، چون دیگه جامعه روحانیت اون شخصیت یگانه ای رو که میتوانست شورش برانگیزه دیگه نداشت. مثل که شما نامه هایی هم داشتید، میخواستید نامه رو امروز بخونید، مثل که چند دقیقه وقت دارید. خب یکی از نامه رو، نه وقت نداریم پس هیچ بذاریم. برید، نکته ای که در واقع در اینجا باید بهش پرداخت و پافشاری کرد این است که حق رأی زنان محصول یک جنبش اجتماعی درازی است که خود زنان ایران در اون خیلی جانفشانی کردن، یعنی زمینه تاریخی داشته. زمینه تاریخی داشته. هم امروز هم اگر اینها بتوانند این حق رو خواهند گرفت. هم امروز هم این جنبشی که به وجود آمده برای زنانه کردن چهره مجلس، ببینید چه بلوایی در مقابلش برپا شده. در کشوری که ظاهرا زن و مرد میگویند برابر هستند، که برابر نیستند البته، اینها حوزه های مبارزاتی است که اگر دولتی اونها رو بپذیره، این کار دولت رو باید ازش ستایش کرد، باید ستود اون رو. اینکه در دوران محمد رضا شاه لایه اصلاح قانون حمایت خانواده به میان آمد، اصلاحات ارضی صورت گرفت و زنان حق رأی داده شد، اینها چیزهایی نیست که بتوان انکار کرد. به همین دلیل هم اگر خاطرتون باشه اون دوره شعار جبهه ملی و طرفداران مصدق این بود که اصلاحات آری، دیکتاتوری نه، یعنی از اصلاحات پشتیبانی کردند و به راستی هم باید از اصلاحات پشتیبانی کرد. هر گونه اصلاحاتی حتی در یک حکومت بسیار خودکام هم انجام بشود به سود جامعه است و این اصلاحی که از اصلاحات بنیادی جامعه ایران بوده و محصول یک جنبش و کوشش دراز مدت جامعه ایران بودی که از همون انقلاب مشروطه آغاز شده. آقای امینی عزیز خیلی ممنون، خسته نباشید. مانده نباشید در ایران، میدونید اگه کسی بگه خسته نباشید جوابش اینه مانده نباشید. سپاسگزار شما هست. خواهش می‌کنم، موفق باشید. همیهنان گرامی، با سپاس فراوان از شما که به این برنامه توجه فرمودید، شب و روز همگی خوش و با سپاس همیشگی از کارگردان برنامه، شب و روزتون خوش.